هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی، امروز میخوام بار دیگر یک مطلب کاملا اساسی یعنی عامل بنیادی، عامل مادر و یا به عباره دیگر علت العلل جنگ و بربادی جاری در افغانستان و راه بیرون رفت مسلکی و واقع بینانه از این منازعه تلخ و طولانی را به توجه شما برسانم. البته به ادامه مداخلات و تجاوزات روزافزون رژیم نظامی آیسای پاکستان علیه کشور ما و با توجه به تشدید حوادث وحشتناک تروریستی اخیر در مرکز و ولایات افغانستان، به یقین همه می خواهید بدانید که چرا و چگونه ممکن است که این حوادث جنایت بار تروریستی یکی پی دیگر با آزادی و وقاحت تمام بدون آن که کسی جلوی آن را بگیرد، همه در روز روشن و در محضر عام انجام شده و مردم ما را به طور روزافزون به خاک و خون می کشاند. اگر واقعا آرزو دارید تا بدانید که چرا، پس لطفا به دلایل و توضیحات مسلکی این جانب و راه اساسی بیرون رفت از این اوضاع و احوال وحشتناک در افغانستان ذیلا توجه بفرمایید. دلیل اول، مسئله استقلال افغانستان. با تجاوز علیه استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان توسط رژیم متجاوز و دهشت افغان آیس آی پاکستان، با تأسف باید به خدمت شما بگویم که افغانستان دیگر یک کشور کاملا آزاد و مستقل نبوده و از لحاظ علمی و مسلکی عناصر لازم و اجزای مکمله و ضروری را برای یک کشور کاملا مستقل که همانا متشکل از یک حکومت مستقل، مردم و سرزمین آزاد و مستقل است، متاسفانه دارا نمی باشد. دلیل دوم، حاکمیت ملی افغانستان. حاکمیت ملی یا دولت مردمی در افغانستان اصلا وجود ندارد و حکومت کاملا در دست رژیم متجاوز آیسای پاکستان بوده که با توسل به هزار حیله و نیرنگ از طریق مزدوران دست نشانده آنها، آن هم در شکل در ارگ کابل تمثیل می شود و بنابر آن آنچنانی که همه ما شاهد استیم که هر آنچه که در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی افغانستان رژیم متجاوز و جنایتکار آیسای پاکستان بخواهد، آن را در تبانی کامل با رژیم دست نشانده و مزدورشان در ارگ کابل انجام داده و می‌دهند. چنانچه از تقرر مقامات بلندپایه حکومتی از وزیر گرفته تا رئیس، از انفجار گرفته تا انتحار و از انفجار و انتحار تا برکناری، عزل و استعفای وزرا و رؤسای کلیدی در حکومت، همه و همه از جانب آیسای پاکستان دکته شده و در عمل انجام می شوند. دلیل سوم، تمامیت ارضی افغانستان. تمامیت ارضی یعنی سرزمین جغرافیایی مربوط به افغانستان در حال حاضر کاملا تحت کنترل مردم افغانستان قرار نداشته و از مناطق به اصطلاح آزاد مربوط به دو طرف خط تحمیلی دیورن گرفته تا تعداد زیاد از ولایات و ولسوالی های افغانستان در عمل آزاد نبوده و از طریق مزدوران و اجیران جنگی گماشته شده، یعنی طالبان، عملا تحت کنترل رژیم متجاوز آیسای پاکستان قرار دارند. دلیل چهارم، اراده آزاد مردم افغانستان. مردم یا اراده آزاد مردم بسیار مبرهن و طبیعی است که با نبود و غیرحاضری عناصر مربوط به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در کشور، که من فوقا آنها را از لحاظ علمی و مسلکی به شما هموطنان عزیز توضیح نمودم، مردم افغانستان متاسفانه دیگر اراده آزاد در دفاع از منافع والای ملی خیش ندارند. پس راه حل اساسی
برای ختم این جنگ تلخ و طولانی و این منازعه دردناک و تباهکن در افغانستان و در منطقه چی است؟ به باور مسلکی من، در حالی که بدون اعاده مجدد و کامل استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از دست رفته افغانستان هیچ بحرانی را در کشور نمیتوان حل و فصل نمود، من وظیفه انسانی، ملی و مسلکی خویش میدانم تا به این وسیله یک بار دیگر از همه شما هموطنان بسیار عزیز در هر کجایی که هستید دعوت نمایم تا همه با کنار گذاشتن تماما تفاوت‌های سیاسی، ایدئولوژیک، قومی، زبانی و سمتی دست به دست هم داده و در یک اتحاد نیرومند ملی و افغانستان شمول به عامل مادر، به عامل بنیادی و به هست و بود افغانستان فکر نموده و در تفاهم و همبستگی با جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد در برابر رژیم متجاوز و دهشت افغان آیسای پاکستان که منبع اساسی برای تمامی مصائب و بدبختی ها در کشور عزیز ما است، متحد، بسیج، متشکل و یک پارچه شده و استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سرزمین پدران و نیاکان خویش را از بند و گرو این رژیم متجاوز و خوناشام نظامی آزاد ساخته و آن را هر چی زودتر و قبل بر آن که بسیار دیر شود مجددن اعاده نماییم. هموطنان بسیار عزیز، اخبار خوشی را که با استفاده از فرصت در زمینه میخواستم با شما شریک نمایم این است که منافع قدرت‌های بزرگ جهان، امریکا، اروپای غربی و جامعه جهانی در مجموع، حتی با شمول روسیه و چین، خوشبختانه در حال حاضر در مطابقت با منافع ملی مردم افغانستان در سمت دفاع از داعیه ختم جنگ و اعاده استقلال کامل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ما قرار دارد و من به شما با مسرت توضیح می نمایم که چگونه. اول، پاکستان به رغم خواسته ها و تقاضاهای مکرر امریکا، اروپای غربی، ناتو، سازمان ملل متحد و سایر بازیگران مهم جهانی به شمول روسیه و چین نتوانست، نمی تواند و عملا امکانات آن را ندارد تا به حیث یک موجود پرازیت و طفیلی به مداخلات و تجاوزات خیش علیه افغانستان خاتمه بدهد. چه پاکستان از همان بد به تأسیس یک موجود طفیلی بوده و میکانیزم برای تغذیه مستقلانه برای امرار حیات خیش نداشته و همواره بالای موجودات خارجی در منطقه و جهان، بخصوص امروز از افغانستان که عواید آن از درک تریاک و مواد مخدر همراه با سایر اقلام بر اساس احصایه های رسمی در سال تقریبا 70 بیلیون دلار را تشکیل می دهد. اگر پاکستان با ختم مداخله و تجاوز خیش آن را در افغانستان و این منابع را از دست بدهد، خوشبختانه می میرد و باز هم به زوال حتمی مواجه می گردد. دوم، پاکستان که امروز به یک مرکز بزرگ، بی‌نظیر و تمام عیار تروریسم بین‌المللی، مواد مخدر، دهشت افغانی و افراطیت جهانی مبدل شده است، نه تنها تهدید جدی را علیه افغانستان بلکه علیه تمام جهان به شمول امریکا و اروپای غربی، روسیه، چین و سایر بازیگران مهم بین‌المللی به وجود آورده است. حتی تا سرحدی که مطابق به تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مسلکی این جانب، اگر جلو نشونمای این دانه متشه سرطانی
یعنی پاکستان گرفته نشود به خاطر بقای خیش حتی به تروریسم ذروی متوسل خواهد شد. بنابر آن می خواهم با مسرت تمام به اطلاع شما هم وطنان عزیز برسانم که پلان 120 صفحه‌ای مطروحه این جانب به خاطر تجزیه پاکستان همین اکنون روی میز بازیگران مهم جامعه جهانی به مثابه یگانه آلترناتیو و راه حل برای نجات افغانستان و جلوگیری از آن برای مبدل شدن آن به حیث یک مرکز دوم تروریسم جهانی، مواد مخدر و افراطیت از یک سو و به حیث یگانه رای نجات جامعه جهانی از این مرکز تروریسم بین‌المللی قرار داشته و روی آن با دلچسپی زاید الوصف همین اکنون کار ادامه دارد. تقاضای من در این برهه زمانی از شما هم وطنان عزیز این است تا پلان مربوط به تجزیه پاکستان را دقیقا مطالعه فرموده و از آن در یک وحدت و همپارچگی ملی و افغانستان شمول دفاع به عمل آورید و اگر آرزو دارید تا متن این پلان را به دست بیاورید لطفا به آدرس ایمیل شخصی این جانب برای دریافت آن به ایمیل wahid97@aol.com wahid97 یعنی wahied97@aol.com تماس گرفته تا من آن را به خدمت شما قرار بدهم. هموطنان گرامی، در حالی که من عامل مادر منازعه تلخ و تورانی در افغانستان را و اینکه راه حل اساسی و بیرون رفت از آن چی می باشد به خدمت شما توضیح نمودم، در این قسمت توجه شما را به یکی از مصاحبات اختصاصی خیش در رابطه با تاریخچه منازعه جاری در افغانستان، مبدا و عامل مادر این منازعه و راه بیرون رفت آن جلب می نماند. امروز با یک برنامه اختصاصی و کاملا مسلکی منازعه جاری در افغانستان، سوابق تاریخی و ابعاد مختلفی این منازعه تلخ و طولانی و مهمتر از همه این که بالاخره بعد از تقریبا 14 جنگ و بربادی یک راه حل و خروج منطقی و واقع‌بینانه برای مردم افغانستان در چه نهفته است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اگر به خاطر داشته باشین هفته گذشته وعده سپرده بودم که در هفته با جناب دکتر وحید الله کارشناس مجرب و متخصص برجسته در عرصه منازعات منطقوی و بین المللی سوالات بسیار مشخص و اختصاصی را برای ریشیابی ای همه جنگ و خونریزی و بربادی و علل آن مطرح خواهم کرد. برگردیم به اصل مطلب دکتر سیب محترم، ببینیم که تقریبا 14 هست که در افغانستان جنگ است. من فکر نمی‌کنم که غیر از این که در فلسطین یک جنگ مداوم و طولانی دوام داشته، نو هم به شدتی که در افغانستان دوام داشته همیشه در فلسطین هم جنگ دوام داشته از مدت‌ها به این طرف، اما مقطعی بوده جنگ ها زیادتر، نه اینطور مداوم مثل افغانستان که هر روز قربانی بگیره این جنگ. ولی هیچ تا به حال علت اصلی همی جنگ معلوم نشد که از کجا نشأت کرد، چرا همی جنگ هست و چرا دوام کرده تا به حال. بعد شما، ما هفته گذشته هم اعلان کردیم که ما امروز سر همی تداوم جنگ در افغانستان میخوایم که یک تا اندازه کمی وقت برای ما فرصت بده کوشش میکنیم که بتانیم روی به هم بیاریم موضوع را. چرا همی جنگ به وجود آمد و چرا دوام کرد به نظر شما؟ جناب غنی صاحب بسیار یک سوال مهم مطرح کردین و درست نبود معلومات یا تفسیر در مورد امی سوال هم است که اگر ما بگویم که یکی از عوامل تداوم از این جنگ تلخ و طولانی منازعه همیست که یا عمدی یا غیر عمدی یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، و امی سوال بسیار مهمه که شما مطرح کردین تا کمتر توجه صورت گرفته. ببینین خود امی منازعه و جنگ غنی صاحب، من همیشه امی مثال یک دکتر یک طبیب میتونم.
یک دکتر طبیب و یک مریض به اصطلاح. اگر مناظره ایتو مقایسه کنیم با یک دکتر و یک مریض، مناظره مثل یک مریض و ایتو که امو مرض اصلیش عامل مادر برای مرضش تشخیص نشه، او برای نوعی که حل نمیشه، دکتر ناوارد و نابکار با پیچیدن روی معلول عوض علت، مناظره شاید به چاخ کردنش و پرباد کردنش کمک کنه تا ای که بتانه او را تلوی بکنه. از این خاطر است که عامل اصلی و مبدای یک منازعه مشخص بسیار زیاد اهمیت داره. اگر ما واقعا آرزو داشته باشیم که او را بالاخره به رسیدگی به حل و فصلش کمک بکنیم، اینا رو برای از این که ما بسیار مشخص بریم برای از این که منازعات در نقاط مختلف جهان مثل باز مریض و طبیب عوامل مختلف داره. عوامل مادر هر مریضی فرق میکنه، از منازعه هم فرق میکنه. در یک جای سرزمین است، در یک جای زبان است، به یک جای قومیت است، به یک جای منافع اقتصادی است، به یک جای منافع سیاسی است. انواع عوامل داره از خود منازعات مختلف در نقاط مختلف جهان. برابر آن از نظر ما با تحقیقاتی که ما به عمل آوردیم به عیس مسلک خود، عامل منازعه جاری که طوری که شما فرمودین که تقریبا بیش از 4 دهه ادامه پیدا میکنه، مداخله خارجی، مداخله خارجی ها در امور داخلی یک کشور مستقل و آزاد می باشد. چنانچه شما دیدین که افغانستان تایی تقریبا بیش از 4 دهه سلطنت مرحوم محمد ظاهر شاه مداخله خارجی نبود و افغانستان واقعا یک موقف وجود که نادار بود، غریب بود، بیچاره بود، موقف بی‌طرفی و عدم انطلاق خود حفظ کرده بود. با مجرد که در سال 1974 محمد داود خان با دست دادن به این کودتای در سال 1974 است اگر من اشتباه نکنم، بله 74 است، سلطنت با مقابلش، یعنی سلطنت به سقوط مواجه میشه و این کودتا سازمان داده میشه و به منصه عمل قرار میگیره. شما میبینید که اوضاع افغانستان از لحاظ وابستگی و مداخلات خارج و گروه بندی هایی که در داخل صورت میگیره کاملا تغییر میکنه. یعنی دروازه باب مداخلات از زمان کودتای داود خان شروع میشه، باز میشه بسن شروع میشه که یه به نظر من عامل مادر است به زمین جنگ و منازعه جاری که بعدا یه انکشاف میکنه و تا امروز ابعاد گسترده‌تر پیدا میکنه که ما در این جنجال و مردم افغانستان همچنان باقی استیم. با مداخله خود شوروی ها که در وجود از این کودتا از طریق حزب به اصطلاح دموکراتیک خلق افغانستان که از او داودخان به حیث یک وسیله برای رسیدن به اهداف خود که ایجاد یک جمهوریت باشه و بر قدرت استفاده میکنه و به عقب از این معلومدار همسایه شمالی افغانستان اتحاد شوروی سابق قرار میداشته باشه. مداخله اتحاد شوروی سابق معلومدار اسباب مداخلات سایر کشورها را در مابین منطقه به وجود میارن و شما ببینید که از امون سال 1974 تقریبا تا سال 1992 همی مرحله اول مداخلات خارجی اگر ما بگویم و این ما به این رقم اگر کتگوری و جنبندی بکنیم ادامه پیدا میکنه. از اون طرف شروع میکنه پاکستان، از طرف دیگه قسمان اون شما میبینیم که ایران، بعد کشورهای خلیج و عرب در رقابتی که اینا با ایران میداشته باشن و اینمطور باز خود نقش امریکا در یک رول کلیدی در عقب پاکستان برای سرکوب شوروی در ایران جنگ سرد، یعنی اینی تمامنش عامل اساسی همی بحران از مبدا که 1974 می باشه
میرسه تا بیکنون ای تشکیل میده. شما ببینید غنی صاحب که تا سال 1992 برای اینکه من در یک ذره به اختصار صحبت کنم برای اینکه شاید مطالب بسیار مهم دیگه هم داریم که درباره ازو ما صحبت خود کردیم، تا سال 1992 تا زمانی که مداخله شوروی ها به افغانستان ادامه پیدا میکنه و این تا زمانی که مداخله ختم میشه ببینید که افغانستان چقدر منقلب شده. هر گروهی که در داخل برای آجندای بیگانگان کار میکنه، از شوروی گرفته تا امریکا، از امریکا گرفته تا پاکستان، از پاکستان گرفته تا ایران و از ایران گرفته تا کشورهای خلیج، اینا در افغانستان گروه ها و بیس های خود میسازند. به عبارت دیگه برای اولین دفعه افغانستان از لحاظ سیاسی و اجتماعی منقطع میشه، پولرایز میشه و افراد و اشخاص و گروه ها و به اصطلاح رهبران مختلف موازی مختلف در قبال امی حامیان خارجی خود میگیرن. یعنی دلیل امی بوده که اتحاد شوروی نتانست به طول 18 سال تا سال 1992 باز هم نتانست که تانست که به می مداخلات گسترده خود ادامه بده، نظر به می منقطع شدن و نظر به نایب هایی که در افغانستان به وجود آمد. بله، به خاطر چی؟ به خاطر از این که چون آنانی که در داخل به خاطر رسیدن به قدرت که شروع میشه از امو زمان 1974 که محمد داود خان باشه تا زمان 1992 که به راست از او دکتر نجیب الله قرار گرفت، اینا همه به خاطر و همچنان اگر ما فراموش نکنیم در خارج از این حلقه کسانی که برزه در اینا ورزه کردن، اینا بیشتر به خاطر استیافتن برای قدرت شوروی رو کمک کردن و شوروی بسیار خوب تانست که با دست باز در حمایت از اینا و برای حمایت از منافع خود برای رسیدن تا پای گرم به این مداخلات خود ادامه بده و متقابلن طرف مقابل هم بیکار ننشسته و اونا هم به خاطر مبارزه که پسان معلوم شد که اون به خاطر مقاصد، یعنی بیشتر مقاصد شخصی داشته و رسیدن به قدرت داشته، اینمی آمد یعنی آج برای قدرت و رسیدن به قدرت و اتکا به یگانگان و افغانستان به میدان مداخله و تجاوز خارجیان رو بدل کردن عامل اصلی امی بحران است که تا میکنون متاسفانه ادامه داره. این حال یک سوال دیگه هم پیدا میشه. بعد از اینکه اتحاد شوروی رفت 3 سال حکومت نجیب دوام کرد، حکومت نجیب الله، و 1992 بود که حکومت نجیب الله از بین رفت. با کمال تاسف وقتی که حکومت تنظیمی در افغانستان وجود آمد، اینا هم مشغول زد و خوردهای داخلی شدند. در اینجا مداخلات خارجی چقدر نقش داشت در قسمت حکومت تنظیمی که در افغانستان بعداً به وجود آمد که انتظار می رفت که حالا قدرت به دست خود افغان ها هست و خارجی های هم وجود نداشتند، اتحاد شوروی رفته بود، حزب دموکراتیک خلق منحل شده بود، ولی باز هم جنگ دوام کرد. دلیلی که اینجا جنگ دوام کرد برای چی بود؟ چی بود دلیلش وقت؟ بسیار سوال جالب را و مرتبط را مطرح کردین غنی صاحب. ببینین وقتی که در سال 1992 اتحاد شوروی سابق مجبور میشه و بالاخره او منتج میشه به تجزیه اتحاد شوروی سابق، بنابرای مداخلاتش در افغانستان امپراتوری از او سقوط میکنه، ای تنها امریکا را ببینین که از صحنه خارج میشه، یک حضور نمی داشته باشه فعال و اتحاد شوروی هم میره و نظام مربوط به اتحاد شوروی هم که آخرینش دکتر نجیب الله باشه سقوط میکنه. اما بعد از او باز هم امی عامل مادر که ما میگیم مداخله است، مداخله از شوروی، مداخله قسما از امریکا، حداقل در ظاهر امر خاتمه میپذیره، ولیکن مداخلات از طرف پاکستان، از طرف ایران، از طرف کشورهای خلیج و سایر بازیگران که بر منقطع ساختن افغانستان بعد از مداخله اولین که آغاز می شود توسط اتحاد شوروی در 1974 ادامه پیدا می کنند و این در جریان امی حکومت های تنظیمی تا 1996 اینا در عدم حضور فعال امریکا در منطقه و در عدم موجودیت زور اتحاد شوروی سابق بین خود افغانستان به اصطلاح
رفتن اتحاد شوروی و موفق شدن مبارزات مردم افغانستان که در این اخراج بسیار ملوک‌دار سهم داشتن. اگر باز این بازیگران دیگر هم مثل پاکستان، ایران، شورای خلیج و قسمان امریکا به طور غیر مستقیم خاطره میتونن، باز من فکر میکنم که عامل مادر که مداخله بود از بین میرفت. اما عامل مادر در وجود اتحاد شوروی و حیث یک بخش از عامل مادر از بین میره و باز هم ادامه پیدا میکنه تا سال 1996 و تا سال 1996 اصلا اگر ما بگویم به افغانستان یک حاکمیتی که او قانونیت داشته باشه وجود نداشته، به خاطر از اینکه شما خبر دارین که امی حکومت مجاهدین یا حکومت به اصطلاح جلای وطن در ازشان آقای ربانی بودن، اینا در ملل متحد یک بخش کرسی داشت و بخش دیگهش اصلا هیچ به رسمیت شناخته نشده بود. درست است؟ درست است. یک جار و جنجاله که تا میرسیم به سال دامه پیدا میکنه به نام مداخلات خارجی تا سال 1996 که در سال 1996 مستقیماً پاکستان زمام امور به دست گرفته و به نیابت از اونا طالبان به قدرت رسانده میشه. یعنی از نظر ما افغانستان با مداخله از سال 1974 اگر ما بگویم برای شما لحاظ تحلیلی و از لحاظ مسلکی برای استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نبوده. خب البته درجه داشتن از استقلال سیاسی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در این سالها متفاوت بوده، اما با مداخلات خارجی استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی که معمولا این خصلت مداخله خارجی در کشور مستقل آزاد است خدشه‌دار شده و در سال 1996 این حاکمیت و استقلال زیادتر مستقیم مورد حمله و ضربه قرار میگیره و حکومت نشانده پاکستانی که در رأس از طالبان میباشه که از سال 1996 تا سال 2001 شما دیدین که ادامه پیدا میکنه. آمد در سال 2001 بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت که پایگاه های القاعده را در افغانستان که گفته میشد یا ثابت شد که طراحی حملات القاعده در افغانستان ریخته و اون اساس طالب ها حاضر نشدند که القاعده را برای القاعده را به ایالات متحده تسلیم بتن برای تعقیب قانونی. ایالات متحده هم دست به کار شد به تایید ملل متحد و یک ائتلاف بین المللی به وجود آمد و شما بهتر در مورد وارد هستین که اونا داخل افغانستان شدن. آیا باز هم کنفرانس بون دایر شد و شما به حیث یکی همونطور که در معرفی شما گفته شد شما به حیث یکی از طراحان موافقت نامه بون تحت نظر ملل متحد بودین و در این قسمت کار کردین، کنفرانس بون دایر شد، نظام نوینی در افغانستان بروی کار آمد. به نظر شما بعد از 2001 آیا باز هم مداخلات خارجی است که جنگ دوام کرده؟ و اگر باز هم مداخلات خارجی است؟ تسلسل سوالات شما جناب غریسه تشکر کار من یک اندازه ساده تر می سازه. تشکر. بله، به خاطر چی که خب در سال 2001 با همی حادثه بسیار اسفناک 11 سپتامبر و مداخله امریکا و جهان یک امیدواری پیدا شد که دیگه شاید پاکستان هم مداخلات خود قطع بکنه و یک روزانه بره اعاده سال و ختم جنگ، چنانچه به می خاطر هم بود که از برگزاری کنفرانس بون بدون از اینکه مردم بفهمند که پسان چی میشه بسیار استقبال گرم شدن گرفت. اما با تأسف مداخله همچنان ادامه پیدا کرد و در رأس حکومت نظامی پاکستان یعنی رژیم پاکستان، رژیم اسلامی اسلام آباد، رژیم پاکستان ای همچنان مداخلات خود ادامه داد و امی عامل هم بود که رژیم آی اس آی در همکاری بسیار تنگاتنگ و نزدیک با اداره فاسد و نابکار جورج دبلیو
بوش مشکل ای بود که امی تغییری که در وقت بند به 2001 رخ داد و یک امیدواری رو وجود داره بود، امی بندوبست ها که ما به حیث یک طرح به شما بگم بیشتر امره اداره دموکرات ها در امریکا صورت گرفته بود. اما مقارن ازی به سال 2001 تغییر اداره هم به بار از انتخابات به امریکا صورت میگیره که اداره باش کاملا در مخالفت با او برگرامه را که کنفرانس بون یکی از مولودهای زوده به سمت مخالف حرکت کرد و با اون سیاست مداخلگرانه رژیم نظامی اسلام آباد یک جا با او بر علیه در شکل موفقت نامه‌های بنا که بسیار پیشرفت کرده بود و به حیث یک پرنسیب قبول شده بود و در راست از او که باید پادشاه مرحوم افغانستان محمد زایشا قرار میگرفت، این کس دشوار بود که تغییر بده و این در شکل یک نسخه بسیار خوب برای فروش در مارکت داخلی و بین‌المللی بود، از این استفاده کردن. اما در عمل با تداوم مداخله از طریق رژیم نظامی اسلام آباد و اجنده جدید اداره جدید که جورج دبلیو بوش باشه، بنا 180 درجه به بیراها کشندن و بن در اصل از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ نظامی و از لحاظ امنیتی هیچ به منسی اجرا قرار داده نشده. امیجه اجازه میتون که یک مداخله معذرت میخوایم که صحبت شما رو قطع کرده باشم. بعضی ها به این نظر هستن که اگر در ترکیب حکومت انتقالی افغانستان در موافقت نامه بن جناح طالبا هم به نحوی از آنها شامل ساخته میشد و داخل یک عملی سیاسی در داخل افغانستان میگردید، خب یک حدسیات و پیشبینی ها و نظریات است، البته احتمال زیاد می رفت که امی جنگ و منازعه افغانستان اینقدر دوام نکنه. آیا ایتر یک نظر شما، چون همین موضوع تا به حال هیچ کسی در این مورد صحبت نکرده، از خاطر مداخله ما همین جایی بود که اگر شما بتانین در این قسمت روشنایی بندازین که آیا ایتر یک نظر موجود بود که طالب ها هم دعوت شوند یا نه، و اگر بود آیا از اونا دعوت به عمل آمد یا نامد، یا ای که اصلا تماسی هم رایشان گرفته نشد یا اونا رد کردن دعوت؟ ایره شنیدیم. ما به خدمت شما گفتم که حضور طالبا یا اشتراک دادن طالبا در کنفرانس بن از لحاظ پرنسیپ و از لحاظ امکانات و واقع‌بینی یک امر ناممکن بود. که شما یک رژیم سقوط میدین و هم باید یک مداخله گسترده باز دوجه هیچ زمینی از نیوشه که اونا بیاین از اونا دعوت شد و به عیسی یک جانب بازنده، نخیر اصلا مطرح نبوده. منطقه در پرنسیپ بند در مجموع گفته شده که وقتی که ما گام هایی رو میمانیم به طرف اعاده سال و ثبات و عمران دوباره افغانستان و ختم جنگ، امی پایه هایی که به اداره به کنفرانس بند گذاشته میشه باید این توصیه پیدا کنه با گذشت هر روز. اما طور که گفتیم که این در چند مرحله که اول یک حکومت به اصطلاح موقت موجود ده، بعد از اون زمینه را برابر بسازه برای یک حکومت اداره انتقالی و اداره انتقالی با تدویر روی جرگه زمینه را مساعد بسازه برای یک انتخابات و بعد از اون مسئله قانون اساسی و بازم رفتن به طرف نهادهای دائمی که هیچ کدام از این کارها به طور درست صورت نگرفت. در اون جریان یعنی پیشبینی شده بود که آنانی که در جنگ هم شامل بودن اینا را هم ما میتونیم که منتفی نکنیم، اما نه در اون مرحله که هنوز تازه کنفرانس دایر شده بود، در اونجه نه این مطرح بود که طالبا بیان و نه این امکانات وجود داشت. حتی طالبا چی که تعداد دیگری که در بن نتانستن حضور بیافتن و میخاطر هم هست که نمایندگی مردم افغانستان در کنفرانس بسیار بود، بسیار گسترده نبوده، بخاطر از اینکه به اون وقت شما فکر کنید در سال 2001 غلیت اکثریت همی کسانی که آمدن اشتراک کردن اراده از اینا به دست خودشان نبود. ما شما گفتیم که اینا کلشان رهبران محصول مداخله خارجی ها از این خطاب افغانستان اینا سرکشمه گرفتن، اینا حتی پاسپورت و اجازه سفر رو نداشتن که ما در جریان هستم که با چقدر مشکلات ما یک تعداد زیاده نتانستیم که در بن در امی جلسه اضطراری و عاجل به خاطر رسیدن به یک فیصله و برای یک مشروعیت بخشیدن ما اینا را دعوت کردیم که نبیه. در غیر از او حتی
اکثریت دیگر جناح‌ها هم مشمول همی کسانی که ما با تماس با کشورهای میزبان از اینا اجازه ورود از اینا را در بان و اشتراک شما برستادیم. دیگر جواب ما در مقابل این سوال شما خلاص ایست که نخیر چنین چیز بنابرای دلایلک و به خدمت شما گفتم مطرح نبوده. یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. دیروز یا پریروز بود که یکی از جنرال‌های آمریکایی در مصاحبه خود به صدای آمریکا گفت که اظهار ندامت کرد از سهم زیادی که به اتحاد شمال در کنفرانس بن داده شد. نظر شما چیست؟ من فکر میکنم که جنرال سیب اگر به مو وقت خود قرار بدم به اون وقت که مثلا طالبا باید از صحنه خارج می شدن و شکست خورده بودن و چنان شکست خوردن که طالب به پایه های هندوکش گفت که من تعجب می کنم بسیار جای تعصب است که چطور پس این زمینه برابر شد که تا طالب ها بیاید که هم یک بحثی بسیار طولانی دیگه است و در معیلش که افغانستان خدا حافظ دیگه ایچ وقت را نخواد دیدیم خواد بلسی و افغانستان بیسام یه حتی در مجله نیزوی که هم همی چاپ شده اما در اون وقت دیگه هیچ امکانات وجود نداشت که ای بی‌نظمی که ایجاد شده بود و تا ای که سرزمی یک جنا زیاد اتکا صورت نگیره. ما برای یک لحظه فکر کنیم که اگر می اتکا زیادتر که درست است البته این لحاظ که اتکا وجود داشته سر همی سمت شمال اگر سرزی زیاد اتکا نمی شد پس چی الترنتیو موجود بود برای از اقل همی کنفرانس بوده و اصولش ولو اگر در لفظ هم بود به منصه اجرا قرار دادن دیگه ای در اون وقت در اون شرایط این ناگزیری وجود داشته و همه طور باید می شد و الترنتیو دیگه وجود داشت. جناب غنی درست است. این حال برمیگردیم به اصل علت العلل یا مادر مناقشات امروزی در افغانستان دوامش که عبارت از مداخله پاکستان است. کیو باقی مانده؟ چطور میتونیم که مداخله پاکستان چطور شده میتونه که مداخله پاکستان خاتمه داده شه؟ به قول شما مادر تمام معضلات امروزی هم هست. بسیار دقیق. غنی صاحب با وجود که ختم مداخله یا قطع مداخله علت العلل است امو مادر منازعه جاری در افغانستان باشه که ما و شما به این مورد صحبت کردیم. مداخله در شرایط حاضر او هم از طرف فبه ها اگر او قطع میشد یا قطع شوه اما متاسفانه که پاکستان بنابرای دلایلی که من خدمت شما میگم او مداخله خود در امور داخلی افغانستان با قیمت حیاتش هم اگر تمام شوه قطع نمی کنه. و چی خاطر؟ بخاطر از این که شما فکر کنین که من باز یک مثال دیگه بیتون برای از این که می مطالب بسیار زیاد دقیق تر افاده شده برای بیننده های محترم ما اویست که در می ایوانات و نباتات دو نوع از موجودات وجود داره. یک تعداد از اینا زندگی عادی و میکانیزم عادی برای تغذیه و بقای حیات خود دارن و یک تعداد دیگر از این خاندان نباتات و حیوانات اینا از وجود یک موجود خارجی دیگر تغذیه میکنند که ما در زبان دری بخیالم که تفیلی میگیم. درست؟ بله بله. پاکستان به عیس یک موجود تفیلی از بد به تأسیس خود همیشه برای وجود بیگانگان زندگی کرده چی از اوضاع مغلق بین‌المللی چی کشور خود و همسایگان خود تختی خیز تجاوز جور کردن و چی از لحاظ مصرف داخلی خود همیشه بقا و حیاتش بر اساس یک پرنسیپ موجود تفعیلی بوده یعنی از خارج همیشه تغذیه کرده. حالا ما بر شما بگم که اگر یک موجود تفعیلی که خود امی تغذیه زی یک نوع از مدام خلاص میوارینه یعنی که مدام میکنه که تا خود تغذیه کنه مثل که مثالش در افغانستان بهترین نمونهش است او دیگه تفعیلی هیچ وقت مداخله را قطع نمی کنه خاطر اینکه مداخله را قطع کنه خودش میمره. ما امی جریان از 2001 تا بیوکنون برای شما بگم که امی جنگ مداخله پاکستان و افغانستان چی میخواه
رو به می قضیه هم وامی داره که بالاخره اینا چی میخواین از افغانستان؟ چرا اینا این مداخله خود قطر رو میکنن؟ دلیلش هم ایست که اوزازی تجزیه میکنن با ایز یک موجود تفعیلی 200 میلیون نفوس شما فکر کنیم در کشور وجود داره و همی اکنون تا بینین که در از این فقر و بدبختی که اکثریت از این اوائل هم همی جندال ها دوزی میکنن که در بانک های خارج ایره ذخیره کردن. اینا تنها یک لانست که البته ما مطابق به احصایه های به امدلی و تایید شده و چیزی که برای ما معلوم است، من خدمت شما میگم سازمان ملل متحد نه 37 بیلیون دلار غریسه تنا اینا از مواد مخدر. افغانستان بیش از 90% مواد مخدره و تریاک جهان فعلا تولید میکنه. بله اینا لیگی بسیار که کم انگفت سطح بسیاری وقت ما میگم مثل سایر جنگ هایی که در تاریخ وجود داشته این جنگ جنگی تریاک است. ما ببینید که در حدود 75% زمین های افغانستان تریاک کشته میشه. تریاک کشته. بله. و از سال 2001 تا ولی علاوه بر این که کوچکترین کاهش ما در ارتباط نمیبینیم این زیاد شده میره و زیاد شده میره و زیاد شده میره. بخاطر چی؟ بخاطر از این که خود این مداخله عاملش یکیش مسئله مربوط به جنگ تریاک است. جنگ تریاک خودش تمویل کننده تروریسم است که امروز پاکستان به یک تروریست جهانی مبدل ساخته. 37 میلیون دلار در حدود 4 بیلیون دلار غنیسه به اقلام عمده عمده به خدمت شما هم تنها اینا از واردات صادرات امتی بی ارزش به افغانستان میگیرن به شمول 1 میلیون دلار دوای بی ارزش که حتی مریضا را میکشه به حدود تداوی کنن. در حدود 4 بیلیون دلار اگر مطابق به این سرعه که ما داریم اینا از واردات امتی ارزش با ارزش افغانستان مثل پخته، کالین، کشمش، صنایع دستی، خسته، بادام، میوه‌جات خشک و اینا به اینا بدست میره که اون اکثریت از اونا هم به طور قاچاق میره و به نام خود از اینا تحت نام پروسس و چی میگن به اصطلاح پروڈکشن مجدد به خارج صادر میشه. کالین هم دیگه مثلا شامل است و دیگه امتیا و اسبابی که شما در جریان قرار دارید. و در حدود 10 بیلیون دلار اینا دزدی کردن از کمک های که مربوط به پروژه های بین المللی میشه که تا سرحد یک مدیر عمومی هم امروز در افغانستان بیون استقلال بیون حاکمیت و بیون تمامیت ارضی از یک پاکستانی نشسته بر مسئله قدرت در کابل. اینا فکر کنید این مبالغ بیلیون ها دلار که تقریبا در حدود احجار قیمتی مثلا اینا در حدود 10 میلیون دلار از جمله احجار قیمتی و قاچاق معادن و اینا به دست میارن که مطابق به ایسای هایی که هنوز معلوم است که خوش که معلوم نیست ما نمیفهمیم که چقدر بیشتر از ایست. اینا در حدود 60 تا 65 تا 70 میلیون دلار سالانه از افغانستان به دست میارن. پاکستان چطور واضح میشه که ایره از دست بده و امی عامل اصلی مداخله است بر زنده ماندنش؟ به این خاطر آیا شما تضمین میکنم که اگر پاکستان مداخله را قطع کنه به زوال مواجه است و اگر پاکستان مداخله را قطع نکنه به زوال مواجه است و آمدیم در ارتباط با مداخله که عامل اصلی بحران افغانستان است و او فعلا از جانب پاکستان و ایس عمدتا یگانه کشور و قسما بعضا از طرف ایران هم ای وجود داره که چندان بسیار زیاد برجسته نیست نمیکنه مداخله خود قطع. پس می ترتیب به این ترتیب دکتر سه محترم که پاکستان حاضر نیست که مداخلات خود در افغانستان قطع بکنه و به این ترتیب جنگ در افغانستان هم خاتمه نمیافه. پس رای بینون رفت چیست؟ چطور میتونه که افغانستان از این منجلاب نجات بیافه و شما به حیث سابقه دار و آدم مجرب حل و فصل منازعات منطقوی بایس مامور ارشد و سفیر ایالات متحده در امور منازعات بین المللی یا منازعات منطقوی یا منازعات بین مردم و حل و فصلش شما چی فکر میکنین؟ چی پیش بینی میکنین؟ چطور میتونه که به این مداخله پاکستان خاتمه داده شود و چطور میتونه که افغانستان از این منجلاب نجات بیافته به نظر شما؟ بله نور اینجا مطرح میشه که چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ بله مسئله مربوط به مداخله همه در که ما شما گفتم اصلا صورت نمی قطع مداخله صورت نمی گیره برای از اینکه افغانستان منطقه جهان یعنی
عربی سه مطلب که جهان هم به اون موجیز که یکی تروریسم به امدلی باشه و یکی هم مواد مخدر باشه و دیگه هم که بیشتر دوباره زیاد داریم و یکی هم مسئله مربوط به افراطیت باشه. این سه اصل سر امنیت نه تنها افغانستان و از منطقه بلکه از جهان تهدید میکنه و برای از اینکه جهان این دانه سرطانی را که روز از کنترل خارج شده و امو کسانی را میکشه که ایجاد کردن و منافع از اونا را برباد میسازه، ما همیشه مثال میتونم که نمیدست راست دادم که چقدر خدمت کرده، مثل که پاکستان هم برای غرب کرده، هم برای انگلیس که ایجادگرش بوده و هم برای پاکستان، اما امروز این دست سرطان گرفته. سرطان به این معنا که اگر این دست سرطانی عملیات نشه و این قطر نشه، این سایه به خود میکشه و این بسیار مبرهن است که پاکستان که به هر وسیله برای بقای خود استفاده کرده، هیچ از احتمال بعید نیست که او اولاده القاعده که فعلا هر کدامشان 35 ساله و 40 ساله شدن، یک تنا اسامه بن لادن مرده، نو گروپ طالب وجود داره، القاعده وجود داره، تماما امی مرکز افراطیت به شمول به اصطلاح امی داعش ساختگی و آیساس که کل از اینا القاعده و نمود طالب چیز دیگر نیستن، اینا کلشون در پاکستان هستن. پاکستان و مرکز تروریسم به امدلی و بدل شده که تنا این خطرات از این متوجه افغانستان و ادامه جنگ افغانستان نیم، بلکه آلی جهان تهدید میکنه. رای حل از این مثل که هر پرابلم که در منازعات به امدلی و در منازعات منطقوی از کنترل خارج میشه و این اونمو از محلال و تجزیه دیست. امیجا اجازه میدین دکتر سه محترم، تصادفی به خاطر بحث سر از این موضوع یک نقشه پاکستان را هم تهیه کردم که از همکارای تکنیکی تقاضا میکنم که نقشه را بر روی پرده بندازن که ببینیم که پاکستان از کدام ایالات تشکیل شده و چطور میشه که ترکیب اجتماعی و فیزیکی و جغرافیایی پاکستان چی هست. خوب شما ببینین، خوب است که شما این نقشه را لطفی کنین مندازین که ما بگویم که اگر تجزیه میشه چگونه ای باید تجزیه شود. شما صحبت خود ادامه بتین، انشاءالله همکارای تخنیکی کوشش دارن که نقشه را بر خدمتشون تقدیم کرده بودم که در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیره که ما بتانیم از او اصطلاح مستند بتانیم صحبت شوه که از نگاه بصری هم بیشتر ذهن‌نشین شوه می صحبت ها ببینیم که بله. یعنی منظور من اینست که اینال درسته، بله شما اینال دوام بتین، نقشه شامد اینجا بروی پرده رای حل امو تجزیه است. بخاطر چی؟ بخاطر از این که شما بینید وقتی که امی ظالم ها و جانکش های ها و امی امپراتوری ها بعد از بسیار ظلم و تعدی و مداخله به این طرف و آن طرف، بخصوص این فرمول در مورد پاکستان زیاد صد میکنه، برای از این که یک وقت از نهاد خود یک کشور نبوده که بر اساس امو اساسات طبیعی یک کشور بودن یا کشور شدن موجود ده. ما اکثرا اگر بسیار زیاد شدید نگویم، ما نام عزیز رو نقشه شما بیرین چورستان موندیم. ببینید شما در نقشه از امو بخش قسمت بالایی که به نام خیبر پختونخوا میشه نارت وسترن فرانتیر میرسه تا بلوچستان، همین خطی که به نام خط تحمیلی دیورند یاد میشه، ولی تا بندر گواد این بلوچستان اون قسمت گذشته افغانستان بوده، پشتونستان که یا خیبر پختونخوا و اساس نام رسمیش هم مربوط این طرف شما بینین سند، این طرف بینین پنجاب، اون طرف بینین کشمیر. از چور شده از کشورهای دیگه یک کشور مصنوعی آشوبگرد و فتنه برانگیز مثل پاکستان که اینی نتیجهش از امروز که جهان و منطقه را تهدید میکنه موجود آمده. موجودیت چنین یک کشور مصنوعی مبتنی بر یک آجنده شیطانی اسباب اینمی مشکلات کنونی را موجود آورده که اگر به این رسیدگی نشه شوروی سابق چرا تجزیه شد؟ همین مسئله مربوط به کشورهای بالکان که برای زیاد کار کردیم چرا تجزیه شد؟ اما عواملش مشترک است که اینا مداخلات خود، شیطنت خود برای بقای خود و برای اکسپنشن خود و یا به اصطلاح در پاکستان اگر مشخص بگیم برای پان پاکستانیزم تا سرحد انتشار دادن که از آجنده سایبان خود بیرون برآمده و جهان را به مخاطره قرار دادن. بنابراین آن اگه تجزیه میشه مثل که
یک وقت از ما جناب صدر اعظم موری از هندوستان تشریف کرد که ایره کی میکنه این کارا، سر یک پروژه بزرگ است. باز ما داشتم گفتیم که ایره کسانی میکنه که ایره ایجاد کرده راستش انگلستان و انگلیس قرار داشته باشه. این همه دست راست مثال برشان دادم که وقتی که دست راست خدای نخواست از شما از مرا برشان گفتم که سرطان میگیره و او ما را خود ما را صاحب خدا بکشه، باید او را عملیات کرد و او را باید به روز انداخت. پاکستان فعلا خوشبختانه در این مرحله قرار داره. بسیار دلایل وجود داره که البته شاید وقت نباشه که مثلا از او صحبت کنم. باز یک برنامه دیگه با شما داریم. چطور در میسمت روان است و خبرهای خوش چی است در این مورد؟ با تاسف من فکر میکنم تاوریک مساعت میبینم وقت 4 دقیقه دیگه هنوز وقت داریم دکتر سیب. اینجا یک سوال دیگه، من سوال آخری خود ایتر مطرح میکنم که خود شما اشاره هم کردین و بهتر از همه که آگاه هستین که انگلستان والد به اصطلاح پاکستان است که در 1947 همونطور که شما فرمودین از هر جای یک چیزی گرفتن و یک چهار طرفش خط کشیدن نامش پاکستان ماندن که انگلستان در رأس قرار داشت. از جانب دیگه ایالات متحده آمریکا هم پاکستان به حیث یکی از متحدین استراتژیک خود تا به حال تقریبا میشماره، به خاطر هم قوای ذروی داره و هم یک کشور دارای قوای ذروی است، هم یک کشوری هست که پاکستان از نگاه برای جلوگیری از افراطیت یا از انتشار افراطیت همراهش کشدار و مریض مناسبات خود بسیار حفظ کرده. در صورتی که به اساس فرموده شما اقدام برای تجزیه پاکستان صورت میگیره، درست است شما مثال خوبی در قسمت یک دست سرطانی دادین، اما باز هم کشورهای عمده از جمله انگلستان و پاکستان و حالا چین که قرابت نزدیک با پاکستان داره و یک عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هم هست، آیا با تجزیه پاکستان در همین طور حالت اینا موافقه خواهد کردن؟ آیا امکاناتش وجود داره که همین عملی شود یا نه؟ من خدمت شما بگویم که به تعقیب توضیحات قبلی که برادم این کشورها مناسبات بین‌المللی و حقوق بین‌الدول، اینا هیچ وقت دوستان دائمی ندارن. اینا همیشه ما میگم که برای منافع دائمی است. منافع از اینا در این لحظه بله امیر حکم میکنه که امیر است سرطانی باید قطع شود. آمانیم در ارتباط بایی که خب سلامه زروی رو میگن که برای پاکستان دادن و او از چطور میشه، او هم مهم نیست، بخاطر از این که امید تعاملات مربوط به تجزیه و اضمحلال پاکستان از طریق جنگ صورت نمیگیره، از طریق تفاهمات به امدلی صورت میگیره و به او باز انشالله که یک تفنگ هم فایر نخواد شد که بازم بهترین مثالش همی شوروی سابق است. اونا دارای سلاح ذرایی بودن، شما دیدین که یک به اصطلاح خود روسها یک کلاشنکوف هم در ارتباط با تجزیه شوروی سلاح ذرایی اخراجش بودن مورد استفاده قرار نگرفت. دیگه بنابر آن خود از این آدمی مرحله قرار دارن که این دست سرطانی که صاحب خود میکشه که انگلیس و امو امریکای بخش افراطی ریپابلیکن باشه به خاطر که خود نجات بدن. این کار به خاطر گل روی ما شما پشتون بلوچ ازبک از عرب تا تاجک و این اقوام و اعتبارهایی که مطرح صورت نمیگیره، این به خاطر منافع خودشان صورت میگیره و خبر خوش امیست و صدای ضروری هم داشتنش بدون امتیاز نیست. او کسانی که صلاح ضروری را برازی دادن پاکستان خودش صلاح ضروری را هم به دست ناورده. اما تکیم این نقشه را پرموده شما که دیدیم که ناجور کردن برش یک کشور مصنعی را همی صلاح و دندانه یا تویش هم با تعاملات سیاسی در روابط به انگلری اینا میکشن و هم کدام خطرات را ایجاد کرده نمیتونه. یعنی اینا بدون اراده و مساعدت معلیدین خود کسانی که اینا را به وجود آورده و دنیا آورده وجود نداشتن، نمیتونستن داشته و در آینده هم نمیداشته باشن. بسیار تشکر جناب دکتر سیب از تشریفاوری شما بی برنامه. ممنون شما، بس وقت شما رو زیاد گرفتیم. تحلیل و تجزیه بسیار خوب کردین موضوعاتر و علت العلل تمام مصیبت های افغانستان باز هم مداخلات خارجی بوده که از 1974 شروع و تا به حال دوام داره. امید است که یک روز با شما بشینیم به می نزدیکی ها بخیر خبر خوش برای ملت افغانستان بتیم که جنگ افغانستان یا با شکست طالبان، با شکست مجموع طالبان یا با شکست قطعی طالبان و آمدنشان یا پیوستنشان به پروسه صلح در افغانستان خاتمه میافه، جنگ و دعوا،
یا ای که به ختم مداخلات خارجی تضمین میشه در افغانستان به نحوی از آنها چی از طریق کنفرانس ها و مذاکرات و چی از طریق زور یا چی از طریق تجزیه از هر راهی که امکاناتش موجود باشه یقین کامل است که ملل متحد و دوستای افغانستان متحدین افغانستان همه به می فکر هستند که بتونن همین معضله افغانستان به هر صورتی که هست حل بکنن. امید است که یک روزی با شما بشینیم خبرهای خوش رو برای بیننده های خود بگویم. باز هم از شما تشکر، از تشریف آوری شما، از مهربانی شما در این برنامه بسیار تشکر. لطف کردین، محبت کردین. I'm gonna make you mine.